سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. والا چی عرض کنم، خوش اومدین که همه حالمون گرفته است این روزا، همه ناراحتیم از شدت خشونتی که این ظالمین بر سر مردم آوردن، از اتفاقایی که برای کلی از جوانامون داره میفته که دارن برای یه حقای خیلی ساده خودشون میجنگن. از همه بیشتر دلم و قلبم پیش نیکا شاکرمیه، دختر 17 ساله ای که اصلا نمیخوام تعریف کنم اتفاق وحشتناکی که همتون میدونید که براش افتاد و 8 روز بعد جسدش رو به خانواده‌اش تحویل دادن. دختری که پر از آرزو بود، پر از عشق بود، کل آینده زندگیش در افقش بود و اینجوری با این شدت خشونت به اتمام رسید. میدونی واقعا من راستش بخوای اصلا حال و حوصله ندارم پادکست ضبط کنم این روزا، یعنی اینم که الان دارم ضبط میکنم به خاطر اینکه شما خیلیتون هم مسیج زدین که رام فبی آخر شب با ما یه حرفی بزنی، درد دلی بکن، یه همدردی بکن. اینم در از بیشتر یه حالت همبستگیه، نه من نه جیسن نه حالا آیدین و مانی هم قراره جوین بشن بعدن اگه وقت کنن. ما هم متخصص نیستیم هیچ کدوممون تو این بحثا، هر کی بالاخره نظری خودشو داره و از اونم اجازه به خودمون نمیدیم که بیرون گود نشستیم به هیچ عنوان مردم رو تشویق کنیم به خشونتی یا اعتراضی یا هر چیزی که جونشون رو در خطر بذاره. یا میدونی اصلا من خودم رو در هیچ جایگاهی نمیبینم که بخوام به هیچ عنوان کسی رو توی مسیری قرار بدم که واقعا میگم همین جورنی خودش رو در خطر بذاره. یعنی خودتون به قول جیسون میگفتش سری قبلی، شما از ما خیلی بهتر اصلا خبر دارین و میدونید که چی به چیه دقیقا داستان تو ایران. یعنی نیاز نیست، یعنی اخبارام میدونی از صفحه های خیلی بزرگتر و مهمترم گوشه همتون میرسه. من راستش به شخص همش خیلی هدفم سعی کردم تمرکز رو این داشته باشم که چجوری میتونم به دولت‌های خارجی یا به آدم ها و مخاطبای غیر ایرانی بیشتر اطلاع رسانی بکنم. چون همجوری گفتم میگم صفحه هایی هستن، میدیا هستش بنز کافی که اخبار ایرانی ها چه تو ماهواره هست، چه تو تلگرامه، چه تو اینستاگرامه، چه تو تویتره که به گوش مردم میرسه. و میدونی یه چیزی که حالا فکر می‌کنم من و جیسون می‌خواستیم در موردش صحبت کنیم این که آقا چرا این حد خشونت، می‌دونی یعنی این دلیل این مقدار خشونت چیه؟ می‌دونی بغیر از اینکه خب رعب و وحشت که می‌خوان ایجاد کنن تو مردم، آیا این یک نشانه ای از ترس خود ایناست که دارن دست می‌زنن و اقدام می‌کنن به این حد خشونت؟ دلیلش می‌دونی در استراتژیکه. و اینکه میدونی تو دنیای غرب هم خب تازه داره رسانه ها دارن کم کم بیشتر و بیشتر دارن پیک اپ میکنن. اولش خیلی سکوت زیاد بوده در مورد این مسائل. ما هم همش سعی کردیم که صدای مردم باشیم، صداشون رو به گوش بقیه برسونیم. ولی از اولش هم یه چیزی که گفته بودیم و در مورد صحبت کردیم که این داستانی داستان فرسایشی استقامتی ماراتونه، این یه شبه قرار نیست اتفاق بیفته. و قبل از اینکه بدم فرمون رو دست جیسون، میگم یه چیزی که من همیشه ته دلم خیلی تعجب ایجاد میکنه اینه که چرا این آدمایی که حالتی افراطی مذهبی هستن، چون تو حرفاشون میشنویم اونایی که میان به ما میگن فاحشه و میان میگن به ما این برچسبای خیلی اخلاقی که تو توهمات مذهب و ادیان آسمونی خودشون از اونا اخلاقی که البته بگذاریم که این هیپوکراسی و دورویی که خودشون که اصلا انجام نمیدن، اینا رو که هیچ، بچه‌هاشون هم یه زندگی دیگه کاملا متفاوتی میکنن تو خارج. ولی برای من چیزی که عجیب غریب اینه که چرا انقدر اینا تحملشون کمه از یه آدمی که حتی مخالف نه، از یه آدمی که مثل خود اونا فکر نمی کنه. میدونی من یه فرق گنده‌ای که بین ما هستش به نظر من، میدونم حالا سری دوستان هستن که خب شاید خیلی خشن‌تر از من باشه افکارشون، ولی
به این پس فردا اگه اتفاق بیفته و رژیمی عوض بشه، بالاخره هنوز یه عالمه آدم خواهن بود که معتقدن و مسجد خواهن رفت و نمازشون رو خواهن خوند. ما هم با بتونیم اونا رو تحمل کنیم، با هم هم با بتونیم همین رو تحمل کنیم، کنار هم زندگی کنیم. این ور خیابون مسجد باشه، این ور خیابون کاواره، صبح هم برن کله پاچه بخورن 6 صبح با هم دیگه، میدونی؟ ولی اونا نمیتونن ما رو تحمل کنن، اونا نمیتونن اصلا به هیچ عنوان یک ذره این روزنه فکری خودشون رو باز کنن که بگن آقا اشکال نداشت باشه یه زن حق انتخاب داشته باشه که با حجابش، با بدنش، با طلاقش، با هر چیش تصمیمش دست خودش باشه. چرا اینقدر براتون سخت باشه؟ این مردای کهن فکری که بر سر این حاکمیت دارن اداره میکنن ما رو برای این 40 سال، از چی زن ها اینقدر میترسن؟ میدونی؟ واقعا خیلی خیلی این موضوع برای من میگم تو حرفاشون بعضی وقت میشه، حالا میگم اینا همه اینجوری نیستن، ولی من داشتم نگاه میکردم، اون یکی میگفت دانشگاه هستن برای چی میخوایم وقتی که تو قرآن همه چی هستش؟ یعنی این بنظرم یه جوری میدونم خیلی اگزاجرست و هم شد اینجوری فکر نکنم، نه میگفتن به ما، ولی ولی این خلاصه طرز فکر خیلی از این آدما اینجوریه. پس ما با آدمایی که طرفیم به نظر من از چند تا موضوع هست. اینکه یک تعصب خیلی افراطی متافیزیکال آسمونی دارن که اصلا توجیهش رو من نمیفهم چه جوری میتونن بکنن، که به خودشون اجازه رو میدن که با رفتار فیزیکی، احساسی، با لفظی، هرچی دست به اینجور خشونت ها بزنن برای علیه مردم و اصلا وجدانشون یک ذره اذیت نشه، تکون نخوره، شب با خیلی راحت سرشون رو بالش میذارن و میخوابن و میگه ما در راه خدامون یا حالا هرچی. یه سیراشون میدیم آدم های مریض سادیستی که میدونی متجاوز روانی هست، ولی بقیهشون میدیم. منم همیشه یاد این ناتسی جرمنی میفتم، خیلی از این آدم ها فقط از ترس اونایی که در رأس قدرت هستن بالا سرشون باشون گفته این کار رو بکنن میرن انجام میدن. حالا شاید اونا میتعصب یه عقیده‌ای داشته باشن، ولی من میگم آخه فلان شده، اون مادر توه، اون خواهر توه، اون دختر توه، اصلا چجوری میتونی توجیه کنی این شدت خشونتو؟ چجوری به خودت میتونی اجازه بدی اگه با خواهر خودتو، با دختر خودتو، با مادر تو همچین کاری کرده بودن؟ که نکردن، که کسی نکرده با خواهر یا مادر یا دختر تو این کارو، واقعا فقط به خاطر اینکه یه آدم اومده یه ذره تار موش بیرون بوده. با این جور خشونت باید ما روبرو بشیم؟ آدم واقعا کم میاره، آدم واقعا تعجب میکنه. ولی همین نمیدونم، اومدیم اینجا فقط درد دل کنیم با شما. منم هر روز بهم زنگ میزنن بیا فلان جا مصاحبه، فلان جا صحبت کنم، برام خیلی سخت واقعیتش. من میگم با من تایخش موزیسیانی هم که آدم که هیچی حالیم نیست، نه تای پیازم نه سر پیازم، فقط میخوام با مردم کنار مردم باشم تو این موقعیت. من خودم که ضربه خوردم از این حکومت، ولی میدونی الان بیشتر از هر وقتی واقعا نیاز به همبستگی داریم بچه ها، به خصوص اونایی که چپن یا شاهن یا طرف سلطنت طلبن یا وسطن یا اونور، مهم نیست. هدف همه ما یه چیزیه که بتونیم یک فضایی بهش برسیم. حالا من نمیدونم، حالا تو یه سری میگن خود این نظام رو درست کنیم، که میدونم اونا بیشتر تو مخالفین، یه سری میگن انقلاب کنیم، یه سری میگن فلان کنیم، یه سری میگن غرب بیاد دخالت کنه. من خودم جواب این سوال نمیدونم چیه، ولی بالاخره باید به یه سمتی بره این داستان که همه ما ها بتونیم کنار هم زندگی کنیم. آره انقدر حرفای زیادی زدی، همش دبالتی آدم بمونه که اولش و وسطش چی بود آخرش چی بود. من راستشو بخوای اندازه، یعنی از بابت اتفاقایی که افتاده و درد و هزینه‌ای که پرداخت کردن خیلی ناراحتم، ولی کلیت جریان تقریبا قابل پیش بینی بود که به این سمتی که رفت پیش میرفت. یعنی نمیشد توی اوج اون هیجان و بحبوه بگیم که جنگ فرسایشی خیابونی به جایی نمیرسه، ولی الان یه خود مشخص تره که جنگ فرسایشی خیابونی به جایی نمیرسه و قدرتی که نه این حرکت مردمی، حرکت های مردمی دیگه دارن توی این زمینه نیست. مشخصه دولت
یک نیروی سازمان یافته داره که اعمال خشونت مشروع میکنن. مشروع که میگم یعنی در دل خودشون مشروعه ها، میدونی؟ مثلا من الان بردارم با سنگ بزنم تو سر یه پلیس، شاید یه جا دلم بسوزه، ولی اون توجیه داره برای کارش، پول داره برای کارش، باتون داره برای کارش. از این لحاظ میگم موجهه. ما آدم خشنی نیستیم، خشونتمون بیشتر زوریه اگر کسی خشونت بکنه. توی این میدان بازنده این بعدا نباید میدانی انتخاب بکنه که توش بازنده است. یک موضوع، یکی موضوع اینه که مقطعیه. ناراحت نیستم به خاطر اینکه موفق شد این جریان درهایی رو باز کرد که بستنی نیستن. هر دفعه یه سری چرخه این هی تکرار میشه دیگه. ما هممون هی توی این جنبش ها توی ایران هستیم، بعد در پیش میسوزیم میایم بیرون از ایران، بعد یه دیده خطی به اون کشته میشه که شما که بیرون از ایران هستین، شما که داخل ایران هستین، شما نمیفهمین، شما نمیفهمین، جنگ میشه، دعوا میشه، همه میزن سر کله هم، آب گلالود میشه، بعد مثلا هیچی به هیچی. ولی این دفعه مثل اون دفعه ها نیست آخه، بخاطر اینکه من امیدوارم، میدونی این اتفاقی که افتاد و من در فقط در چارچوب سیاست و جامعه ایران و اتفاقایی که کنش ها و واکنش های جامعه ایران نمیبینم، من اینو همچنین در قالب جنبش فمینیستی، فمینیسم جهانی نگاه میکنم و از این لحاظ میگم ما 88 و چند بار تو دهه 90 و قبلش کوی دانشگاه و قبلش حتی انقلاب ایران یه اتفاقا میفته، هی امیدوار میشیم یه لحظه، بعد آخرش به هیچ میرسه، یا حتی عقب تر میافتیم، دوباره اتفاق دیگه میفته، امیدوار میشیم دوباره ناامید میشیم، بعد مثل این پاندوله ولی شدیدتر شدیدتر میشه، یعنی هرچی اوجش بیشتره این فرازش بیشتره، این نشیبش هم بیشتره، ولی آخرش چی میمونه؟ آخر این چیز خیلی بزرگی مونده. میدونی این دخترایی که الان تجربه کردن که اگر حجابشون دارن هیچ اتفاقی نمیفته، نه تا اون این حسی که این من خود مختارم بر بدن خودم، این حق دست کسی دیگه نیست. اما فردا که همه قراره برن دانشگاه، قراره برن مدرسه، قراره برن تو خیابون، هر کی که میدونی هر کی که بعد از این اتفاقا همه اتفاقا این کوفتی رو بخواد سرش بکنه، یه همبستگی داره با دیگران که تا شاید مثلا یه ما پیش نداشت. و فمینیست های دنیا هم دارن اهمیت میدن، دیر خیلی اهمیت دارن میدن، ولی دیر در قالب این انتظارات ما. یعنی من هم میگم یکی از جامعات خیلی مورد علاقه همه که امید بزرگترین جرم بشره، ما امید داشته باشیم. ما خود من مرتکب شدم شده بگم قدر تنگار در بیارم، همی گفتم چند اونها رو میبندیم میریم ایران. این امیدواری، امیدم یکی از انواع دروغ دیگه. دروغ اسمای مختلف میتونه داشته باشه، میتونه اسمش امید باشه، میتونه اسمش عشق باشه، میتونه اسمش طمع باشه، ولی همه اینا از واقعیت دوره. واقعیتی که هستش اینه که در خاورمیانه یا در دنیای اسلام یک جنبشی رخ داده که زنان یه جوری از خودشون مایه گذاشتن و نشون دادن اعتراضشون نسبت به این حجاب اجباری که من تو برگه‌های تاریخ اینو پیدا نمی‌کنم. این یه واقعیتیه که ما شاید توی وقتی که مثلا نگاه میکنیم میگیم که این یک مثلا یک انقلاب باشه یا یک جنبشی باشه که مثلا دولت ایران شکل بکنه، به یه سمتی اینو ببره که از این واقعیت چیزی که هستش دورش بکنه، و این واقعیت چیزی که هستش حتی من ارزشمندتر از اون حرکت های دیگه میبینم، از عکس العمل نسبت به کودتای 88 یا اتفاقای کوی دانشگاه یا اتفاقای دیگه میبینم، به خاطر اینکه این 40 سال و زمان کوتاهیه، نیست عمر ماست، احساس می‌کنم مدت زیادیه، ولی اتفاقا اتفاقات داره خیلی تونتون داره اتفاق میفته در قالب تاریخ. یعنی این اتفاقا خیلی متزلزل این وضعیت این دولت که بعد از 40 سال اتفاق افتاده. میدونی چی میگم؟ همه این اتفاقا آینده رو نشون میده که که این حکومت اوجش در روبروش قرار نداره، اوجش در پسش قرار داره، روبش در سراشیبیه. و همونطور که دفعه قبل گفتم بازم میگم که این وقتی که در آینده به عقب نگاه میکنیم، این اتفاقی که افتاد در میان زنان ایران رو نگاه میکنیم، میگم که چقدر از پایه های بزرگ این نظام جمهوری اسلامی متزلزل شد. ولی خب تانک دارن، تانکاشون که نیوردن بیرون، میگن اون تانکا رو میذارن بمونه تو اونجا تا قبل از اینکه چپه بشن، موشک دارن موشکاشون که نیوردن بیرون، و تو جنگ فرسایشی خیابونی خیلی مونده بود تا به تازه ظرفیت اینا برسیم.
ولی اون میدان مبارزه نیست. اونجایی که اونجا این اتفاقی که افتاد یک موفقیت بود. فقط ما نباید اینو در راستای انقلاب ببینیم. ما این موفقیت ببینیم که در راستای این پیام ببینیم که پیام به دنیا رسید. در میان تمام زنان جهان، زنان ایران متحد پیدا کردن. میدونی؟ یعنی ما که همش دنبال ذره ذره از زدن از این تیک تیک های این جریان حکومت مطلقه ایران هستیم، در دنیا افرادی هستن که الان به حرکت در اومدن که دیروز نمیدونستن چه خبره توی ایران، ولی الان میدونن که زنان ایران دارن مبارزه میکنن. چه میدونن از اروپا این گروه هستن اسمشون در میسلان که میرن دیدی که میرن دوباساشون بلاتنشون در میرن، یعنی سیناشون رو زن بیرون، بعد روی سیناشون مینویسن، بعد هجوم میارن دیگه جایی، بعد اصلا بحثشون هم فمینیستی نیست. مثلا در اعتراض با جهنهای زیست محیطی یا فرانجا رو میخوان مثلا چای نفت بکنن یا فلان قانون رو میخوان بزنن که مرزد اقلیت هست. این جنبش های فمینیستی اینجوری هستن که برمیریزی دارن میکنن. دور برای خود من دخترها هستن اسم مهسا امینی در صورتشون رو دارن مینویسن. خب با تأخیر به دست جهان رسیده. حالا ما بیام قرار بکنیم بگیم چرا دنیا عکس عمل نشون نداده، چرا سی ان ان عکس عمل نشون نداده، من با شما موافقم عکس عمل نشون نداده، ولی خوشبختانه توی این دنیای آزاد مطبوعات و رسانه‌ها زیاد هستن. راستش رو بخوای سی ببینیم اونجوری مطلق فکر بکنیم، صدا و سیما که نیستش، سی ان ان هزار تا رسانه هستش، بچه‌ها همه دارن دست به دست میکنن. الان این خبر رسیده، میفهمیدیم. منتظر CNN و بایدن و اینا نباشین برای اینکه به دادتون برسه. الان فمینیست الان توی افغانستان زنان صداشون در اومده، توی سوریه صداشون در اومده. میدونی یعنی که این جنبش رو در این قالب نگاه بکنیم که زنان مسلمان منطقه، زنان زن وضع کلا زنان جهان الان شدن دشمن این وضعیت حکومت مطلقه ایران، یک قدرت. و این کف مطالبات هم خیلی هوشمندانه است، یعنی اینکه کف مطالبه عملیات بر بدن خود خیلی ساده‌تر مشخص‌تر میشه، یه چتر خیلی بزرگتری در بین افراد گسترونده. عدم یک مطالبه که عدم خوشنود درش هستش، یعنی ما مطالبه نمی‌کنیم که این ساختمون رو چپه بکنیم، خامنه‌ای رو بکشیم، اینو فلان بکنیم، فلان. نه 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 نه، مطالبه اینه که من بدن خودم، لباس خودم، تن خودم. و بنابراین میتونه استمرار بر همین قضیه خیلی موثر باشه در پیش رفتن این مبارزه با حکومت مطلقه ایران. ولی ما تو ایران انقلاب بلدیم. من اینو نمیگم در اعتقاد دیگران، خودم من گفتم، خودم من آماده بودم چمدونامو ببندم. اون بخش منطقی درونم که میگه تو باید بهتر از این بدونی، تجربه داشته باشی، داشت جیغ میکشید. ولی من خودم امیدوار شده بودم. واقعیتش اینه که تا حالا که انقدر چیز بودیم، انقدر صبور بودیم، چاره جز صبوری نداریم. حالا خود ما که تو خارج از آمریکا ایران هستیم چاره داریم، چارهمون اینه که درمت ندیم بیرون بریم زندگی ادامه بدیم. اون که تو ایران هستش که چاره ندارن، ولی توی همون مضمون این صبوری خیلی پایان دیکتاتوری در ایران نزدیک شده. فقط خب اینجوری نیست. اینایی که حالا دیدن، برای اینکه تو حرفایی که داشتم مثلا نکته نوشتم، چون اگه الان مانی یا آیدین یا کی دیگه بود میومد با تو یه ذره مخالفت میکرد، به خصوص در این بحثی که ببین همچنان سر بحثای اعتراضات و اعتصاب و این چیزا، ببین یه سری آدما دیگه واقعا چیزی برای از دست دادن ندارن و حاضرن که بدونی ادامه بدن به هر جوری شده این جنبش ها رو، حالا چه از لحاظ خیابونی، چه از لحاظ مدنی، چه اعتصاب. و اینا تنها راه هایی که این آدم ها احساس میکنن که صداشون شنیده میشه. و بسیار و این افراد راهی دارن، این افراد راه و چاره دارن. داشت من حرف پیدم، اصلا انکار نیست. این تضاد، میدونی این تضاد پارتیزانیه، اون تضاد تو خارج از ایرانه. یعنی یکی میگه باید از این راه انقلاب بریم، یکی میگه از اون راه اصلاحات بریم. همون آدما الان دیگه الان یک ویژن مشخص دارن که راه مقابلشون چیه، و اونم آزادسازی زنانه. نه اونجا، توی آفریقا برو بپرس از فعالان، راه آزادیشون از طریق زنان میگذره.
این حرفی که من میگم من دارم میگم در تضاد با اون چیزی که میخوای بگی نیستش. اتفاقا اگر راه بن‌بست بود الان راه باز شده، فقط اون راه شاید از عملیات فرسایشی خیابونی که یه ما دیگه جواب بده نمیگذاره. ولی مردم خب اینقدر تو دلشون درد هست، اینقدر عمیقا ناراحتن از این وضعیت، و چه از لحاظ حقوق زنا، چه از لحاظ وضعیت اقتصادی، چه از لحاظ وضعیت زندگی، دیگه خیلی هستن که دیگه چیزی رو برای از دست دادن ندارن جیسن. یعنی دیگه میخوان، یعنی از این بدتر چی میتونه بشه براشون؟ میفهمی چی میگم؟ و آره بابا این بچه‌ها رو که کشتن مگه دیگه عمرشون از دست دادن؟ دیگه چیزی از دست دادن ندارن که بچه‌هاشون از دست دادن؟ دختره حیوانی های رساله رو کشتن، چقدر اذیت شدم اون فیلم رو دیدم که داشت آواز میخوند توش. اصلا آره بابا، یعنی انقدر گریه کردم سر اون ویدیو و میدونی احساس بیهودگی میکردم که مثلا من چه گویی دارم میخوام، چی کار میتونم بکنم. خیلی درد داره، خیلی درد داره این ور دنیا. آدم فهم میتونی صحنه های وحشتناک نگاه هر روز میبینیم سر کار، مثلا همین مثلا حالا چطوره، مثلا یه لبخند مثلا سعی میکنی بزنی بگی آقا هیچ دیگه، خودتون که میدونی وضعیتمون چه جوریه الان توی کشورمون. ولی میدونی به نظر من اگر البته این جریان خوبه ها که رهبر نداره این جنبش و دیسنترالایزده و اینکه اینو نمیدونن کیو دستگیر کنن، هر روز یه فوتبالیست، یه پروگرامر، یه آرتیست و همه رو دارن دستگیر میکنن چون نمیدونن، میدونی که باز میگن هم روبو وحشت ایجاد کنن هم که نمیدونن که چه جوری جمع کنن این قضیه رو. یه ذره در مورد این صحبت میکنین که آیا اینا ترسیدن اینجوری دارن برخورد میکنن، اصلا کلا داستان از لحاظ دید اونا چه توجیهی داره این شدت خشونت؟ ببین راجب رهبری حرف می‌زنی، دو نوع رهبر داریم، چند رهبر داریم، ولی از این در این زمینه که من دارم میگم دو نوع رهبر داریم. یه رهبر داریم که قدرت طلبه و در راستای بازی قدرت مهراش درست میچینه، یه رهبری به دست میده. یه رهبری داریم که در شرایط تحت فشار، وقتی که فهم شاید که تو گفتی دیگه چیزی برای دستان هیچی نداری، مجبوری، این چی میگن، مجبوره که بیاد سرشو بلند بکنه. من احساس میکنم که اون شرایط به موقعش وقتی به وجود بیاد آدمش هم خودش نشون میده. همونطور که تو گفتی همین حالت غیر متمرکز درسته، خوبه، هیچ مشکلی هم نداره. مرحله بعدی ولی که بیاد یه سازمانی بده، میدونی این نیرو باید به یه جای بیانجامه، حالا توی شرایط دیگه جهان به اینجا میانجامه که حمایت از یه کاندیدای سیاسیه. خب توی ایران هم کردن دیگه، فراخوان دادن، حمایت کردن از کروبی، حمایت کردن از موسوی، حمایت کردن، دیدیم که به کجا رسید، به جایی نرسید. ولی من فکر میکنم که همین حالتی که جایی که الان هستیم جای خوبیه و ما صداهای بعدی رو مثلا میشنویم از زنان دیگه ای که برایشون میگیرن برای رهبری این یعنی این جنبش فمینیست. یعنی ما خط بزنیم بگیم جنبش آزادی سازی ایران، بذاریم جنبش آزادی زنان سازی، آزادی زنان مسلمان جهان، در اون قالب یه سری کنش و واکنش های خیلی جالب میبینیم که آدم و رهبرانی که سر بلند میکنن. چون مثلا خیلی میگن بابا دیکتاتور باش بس بعضی کشورا، ولی مردم تو بس آزاد باشن، هر گوی خودم خود تو قدرت دست تو، سند دست تو. میدونی اصلا اینا به اینم راضی نیستن. یعنی مثل انگلیس دیگه، انگلیس در قالب اون قانونش و در قالب قانون اساسی و این بساطش، ملکه انگلیس محدودیت‌های کمتری داره از رهبر ایران. شخصیت اون ملکه بود که حالا شاه شده که انگلیس معاصر به وجود آورده. در تاریخ گذشته انگلیس هم خیلی استعمار و فلان و خونگیزی و کشورگشایی نداشتیم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که همینطوری که تو میگی میدونی وضعیت فرهنگ سیاسی کشورها خیلیش بر اساس هنجاره، یعنی نوشته شده نیست، و این هنجارها در کشور ما چجوری شکل گرفته که همون ساواک جایگزینش، میدونی سپاه و بسیج و نهادهای اطلاعاتی الان شدن، شاه جایگزینش رهبر شده. این فرهنگ اجتماعی و سیاسیمون هستش که ما رو اینجوری داره هم میکنه به اینا، وگرنه قانون اساسی نوشتیم، وگرنه میدونیم مثلا
بالا سر رهبر ایران یه مجلس خبرگانی مثلا باید باشه که عزلش بکنه، که بالا سر ملک انگلیس نیست. و اشار انگلیس الان دموکراتیک تره و اون حالات دموکراتیکی که من داشت حرف میزنم قالب دولتش نیست، نوشتارش نیست، بحثش اینه که مطبوعات آزاد داره، بحثش اینه که ابراز آزاد عقاید سیاسی در مجلسش، بحثش اینه که نزدیکی مواضع دولت به مواضع مردمشه. اون در هنجارهاست، اون در چفه کردن دولت و جایگزین کردن دولت دیگه نیستش. که حالا چجور هنجارو شکل گرفته اونجا میتونیم چون روشن فکریه اونجا رو کلی بررسی کنیم تو پادکستمون. بحثش اینه که همچین جریانی که این هنجارهای جدید رو تعریف میکنه رو ما نطفهش رو داریم میبینیم که شکل گرفته در ایران و ریشه تعیینش هم از زنانه. یعنی اگه ما هنجار جدیدی رو معرفی می‌کنیم، ما همه فکر ما که همه با خودم من این گول رو خورده بودم که اگه الان زنان فردا تو خیابونا تهران راه بیفتن، توی شهرهای دیگه ایران راه بیفتن، مورد تجاوز می‌گیرن، مردا چیز میشن، چون مثلا هی میگفتن به ما خورونده بودن اینا که مرداشو ندیدن همه‌شون دستاندازی می‌کنن، ولی دیدیم که اصلا اینطور نشد. اون چیزی که باعث شد که مردا خونشون به جوش بیاد کشته شدن یک زن بود در دست پلیس و این هنجاری که شکسته شد در اصل اون چیزی که دارم میگم که یه چیز مهمتر و عمیق‌تر از حتی ساختار سیاسی، حتی از قوانین نوشته شده در کتاب هاست، چیزیه که الان به زنان افغانستان امید داده. میدونی چی میگم؟ و داستان جمهوری اسلامی که 40 ساله، داستان دنیای اسلام 1400 ساله. اگر ما الان تیشه به ریشه نظام دیکتاتوری ایران زده شده، تیشه عمیق‌تری به ریشه نظام دیکتاتوری فکری دنیای اسلام زده شده. و این رهبری نمیخواد، این شکستن هنجارا رهبری نمیخواد. برای همین من این یأس رو ندارم که در بین دوستان دور و برم احساس میکنم، همون جور که اون اندازه امید و شروع شوق رو هم نداشتم یک هفته پیش دور و بر خودم احساس نمیکردم. یعنی احساس میکردم به این رئالیسم جریان موجود نزدیک باشم. و میدونی من همیشه این جوری به این قضیه نگاه میکردم، این بود که تک تک روسری این زنا، این مقنعه ها، این چادرها که همه میکنن و میسوزونن و فلان اینا، مثل آجرای دیوار برلینن، میدونیم، و در این آجرا هر روز داره کمتر میشه، این دیواره بالاخره میشکنه و میریزه. مثالت شنیدم، مثال خیلی خوبیه، مثال خیلی خوبیه. و میدونی حالا شاید همه آجرا رو الان هنوز نکندیم از این دیواره، ولی فهم فکرم با این جنبش یا عالمه از این آجرا به نظر من ریختن از این دیوار و این قدم به سمت جلو. اون آجر پایینی ها رو دارن میکشن و میگم دیگه تاریخ آدم بخونه و بگن جنبش ها قرار نیست که یه شبه اتفاقی بیفته و یک ماراتونه به قول معروف. و میگم دیگه یعنی این دلم پیش مردمه، براشون آرزوی سلامتی و براشون آرزوی صبر، براشون خیلی سخته، یعنی آرزوی امنیت پیش از هر چیزی میکنم، چون واقعا الان میبینیم که دیگه با جوری که دارن آدم ها رو میترسونن و مجبور میکنن که بیان اعترافات اجباری رو دیدی که یارو میگیرن، بعد اینستاگرامش یارو میاد از سبا میاد پست میذاره که نه صهیونیستان اومدن نمیدونم فلان کردن. میگه خب همه اون دیگه میدونیم که اینا چرت و پرته، همه اون میدونیم که همون کاری که با بابای منم هم کردن، یعنی همه این داستان رو میدونیم که اصلا اینا امام پرونده سازی هن و علکی در قالب ترس و توهم از تجزیه طلبی و نمیدونم دشمن بیگانه و از این چرت و پرتا مردم رو هی میترسونن. و متاسفانه میگم هنوز به اندازه کافی، شاید بگم ما واقعا 3% لازم داریم برای جنبش و یه حرکت بزرگ، و 3% میشه چقدر؟ میشه 3 میلیون نفر دیگه، میدونیم باید بریزن، یعنی اگه بخواد یه اتفاقی بیفته و مدام این 3 میلیون نفر، یعنی الان ما فکر نمی کنم 3 میلیون نفر تو خیابونا باشن، یعنی تو کل کشور رو جمع بزنیم و اینا، ولی به اونجا ما فکر می کنم میرسه، یه روزی میرسه که مثل همون 88 که اون مقدار اومده بودن بیرون، ولی این دفعه دیگه بیان بیرون دیگه نمیرن خونه هاشون تا به نتیجه برسن. و میگم با هر مرگ، با هر حرکت ظالم، با هر آدمی که میکشن، به نظر من قبر خودشون رو دارن یه بیل دیگه دارن میزنن توی اون قبر خودشون که
یه عمیق‌تر و عمیق‌تر فرو میرن. ولی میگم خود همینا یه بحثه، بحث اینه، بعضی ها میگن که آقا بعد از این انقلاب چی میشه و کی میاد اگه کسی بیاد، اونم یه بحث جداییه. بعد بحث اینه که از لحاظ فرهنگی و از لحاظ جامعه مدنی و از لحاظ این چیزی که چجوری کنار هم زندگی کنیم با تفاوتامون، با عقایدهای مختلف، با فرهنگهای مختلف، با مذهبهای مختلف، اینا هم یه چیزاییه که بگم نیاز به فرهنگ سازی داره دیگه. چیزاییه که من خیلی سعی کردم تو این پادکستم بیام صحبت کنم. من خودم همه میدونن طرفدار اصلا مذهب هیچ مذهبی نیستم، ولی نمیام بگم باقا باید همه آدمای مذهبی رو کشت، میدونی سر به نیزشون کرده است. نمیشه بابا، یعنی مثلا اونا حالا به هر دلیلی اون عقاید خودشون رو دارن و عقایدشون ما حق داریم، اجازه داریم که همیشه مسخره کنیم، انتقاد کنیم و بدون اینکه بترسیم از جونمون. ولی میگم هم بحثی که اول تکم اینا تحمل این دیدگاه مختلف رو ندارن. یعنی میدونی ماها که اونا رو نکشیم، اونا هی دارن ما رو میکشن. میفهمی چی میگم؟ هی دارن 40 سال دارن ما رو میکشن، 40 ساله و باز هم تو دلشون تنفره. یعنی تنفری که تو دل اونا هستش، تنفری که ماها داریم خیلی واکنشیه، ریاکشنریه. بگی بابا داری میزنی زن و بچه ما رو داری میکشی، ما داریم زندگیمون رو سعی میکنیم بکنیم. ولی اونا عمیقاً عمیقاً یک تنفری تو وجودشون هستش و تحملشون انقدر پایینه و صبرشون انقدر پایینه برای اینکه یک ذره جهت مخالف رو نگاه کنن که توجیه میکنن این همه خشونت خودشونو. اصلا میگم، یعنی میگم مگه میشه بین این همه آدمی که اونجا هستش، یعنی دو تا آدم حسابی نیستش بین خودش که بابا نزنید، نکشین فلان، به جاش اون و میگه باید بریم تنبیه کنیم اینا رو. یعنی مثل یک معلمای دینی پفیوزی بودن که ما داشتیم سر کلاس ما رو میزدن، یادته؟ آره بابا، کتککاری تو رو یادم، معلم دینی بود زده و تو زدیش و با کتک از اتاق رفتین بیرون، یادم قشنگ تو کمه داشتیم زاد نگاه میکرد چی بود دبیرستان بود، این دوره با معلمه داره کتک کاری میکنه. ولی میخوام همین رو بگم، یعنی اصلا ما اگر واکنشی میدیم بخاطر در دفاع از خودمونه. الان دیگه بحث دفاع از همه چیزمونه، از زندگیمون، از هویتمونه، از یعنی ما دیگه اصلا تو یه جای گیر کردیم. من میگم این چه تایملاین دارک و تلخیه که ما گیر این آدم ها افتادیم. اصلا چجوری میشه که یعنی اینقدر سرنوشت تخمی داشته باشیم که همچین موجودایی بالا سرمون باشن؟ و کاش که مردم هم که داخل ایران هستن و خارج ایران حتی، همه با هم دیگه همبستگی بیشتری داشته باشن به جای اینکه فقط فکر جیبشون و فکر نون شبشون باشن. یعنی بازم میگه من نمیخوام تشویق کنم کسی رو به هیچ گونه حرکت خشنی که جون خودش و دیگری رو در خطر بذاره. من اصلا به خودم یک ذره این اجازه رو نمیدم. میگم راههای دیگه هستش که واقعا بتونه آدم همبستگی خودش رو نشون بده، راههای دیگه هستش که آدم بتونه اعتصاب کنه اگه میترسه تظاهرات بره و جمع بشه، میدونی. ولی ترس خیلی فاکتور گندهیه. خود منم با یادم تظاهرات بودم میریدم تو خودم، یعنی هر وقت تو ایران توی دوره هر تظاهراتی بود واقعا من خودم ترسیدم که از ایران اومدم بیرون. اون جنبش جریان 88 که بود گرفتنم شما تظاهرات، بعد نشون دادن رو زمین این یه روز چیزا دستن به دستم واسه پلاستیکا دستم هستن، بعد ملت ریختن، بعد فرار کردیم. بعد یه دفعه اومدیم خونه دیدیم که همون کسی که کار منو داره تو سفارت انگلیس میکنه گذاشتن دادگاهیش کردن اتفاقا رفت نام دو سال سه سال رفت زندان. بعد وقتی که اعتراف میکرد میگفتش که نمیدونم فرستادن اطلاعات برای دولت خارجی، مشارکت در نمیدونم اختشاشات. میگم خب بالا هنوز ششم داره از گاز اشکاور میسوزه. بعد دارم میگم که ما هم که خب دولت خارجی که خب بله میری میشی دفتر تحلیل میکنیم مسائل سیاسی. من تحلیلگر بودم میگه توی سفارت اون موقع. فقط همون ترس پشتم اومدم. این ترس که چیز نیستش که مثلا بگی نه بی خیال. ولی میگم مردم به نظر من یه قشر خاصی به خصوص وقتی با دخترای تو ایران صحبت میکنم یه شجاعت عجیب غریبی دارن جیسن، یه شجاعت دارن ترس در تضاد نیست. آره. اتفاقا آدمای شجاع ترس
آدم احمق نمیترسن، آدم و خط باریک بین دو تا هستش، آدم شجاع با ترس خیلی آشنا هستن، علارغم اون ترس کار درست انجام میدن. و این چیزی که تو میگی شجاعن، بله ترس هم همراه وجودشون هستش. یه چیز دیگه هم که گفتی، که گفتی که در مورد اتحاد ایرانیان خارج از کشور، منم ازش ناراحتم. یعنی اینکه هر چی که میشه میریزن سر کله هم دیگه، و این یه چیزیه که وقتی از ایران اومدن بیرون متوجه شدن. یعنی اصلا تو ایران نبود، تو ایران همه با هم دیگه دست بدن. رنچادوری می اومد بچه سوسوله رو نجات میداد، اون یکی می اومد در خونه‌اش رو باز می‌کرد، همه بیاد تو فلان و اینا، اصلا این چیزا نبود. نمیدونم چرا اینجوریه. یعنی اینکه آخه اینقدر مشخصه که اینجوریه که زایه است. میدونی، یعنی یه نفر آدم اعتماد داره که بلد باشه که این قضیه رو تحلیل کنه، شما بگی که چرا اینجوریه، که یه راه رو پیش رو قرار بده، ولی اینطور نیستش. واقعا وقتی که همش اتفاق میفته میبینیم که در خارج از ایران ملت میافتن به جون هم. من امیدوارم که یک پیام واحدی از این قضیه درآد که حمایت از زنان، حق پوشش، انتخاب پوشش زنان ایرانیه، تا بتونه به ما یه اتحادی بده. و کلا دوست دارم که چیز نباشن، دوستان که مثلا نظر مخالف میشنون اکثر عمل منفی نشون ندن دیگه. من الان حرفایی میزنم که یکی نظر دیگه داشته باشه، من هم حرفای شما رو میشنم، شما این نظر دیگه دارین، ولی فوش و فوشکاری توی این بحثا زیاد شده بود دیگه. تا ما میومدیم یه حرف میزدیم، حتما یکی اون زیر داشت میگفتش که من نمیفهمی چی، نمیفهمی، تازه ما خطم نمیدیم. یعنی خطم نمیدیم به ایران، اونایی که دیگه خط میدن به ایران دیگه مثلا چه داستانیه. همین دیگه، چی بگیم؟ آره واقعا میگم، من واقعا فقط به شجاعت بچه‌ها واقعا افتخار میکنم و تعظیم میکنم و خواهش میکنم که واقعا مواظب خودتون باشین. و میگم این چیزی که این چیزی که داریم یادم اومد. بگو چیزی که یادم اومد که این حرف بگم دوباره یادم اومد. ببین اتفاقا در انزوا نمیفته، اتفاقا در مضمون اتفاقای دور میفته. یعنی اینکه الان این اتفاق افتاد، ولی دیکتاتورها اکثرا در اوج قدرت میمیرن. یعنی اینکه اکثرا اگه یکی شاهی باشه، یکی دیکتاتوری باشه، فلان باشه، در همون مقامش میمونه، هیچکی نمیتونه عزلش بکنه تا روز مرگش. آماری بیشتر اینجوریه. خب بعد بحران جانشینی که حالا در نظام شاهنشاهی اینا یه مشکل داره، ولی بحران جانشینی که یه بار موقع خمینی تجربه کردن ایران، یه هاشمی بود و یه همچین حمایت مردمی نسبت به نظام ایران بود که الان نیست. بحران جانشینی این دفعه فجیعه. همچنین بار تضاد در این نظامای مطلقه به اندازه میرسه که فرو میپاشه. و این داستان اتحاد جماهیر شورویه. یعنی بحث اینه که خب با مردمت رو میکشی و پیروز میشی، مردم خفه میشن میرن خونه شون، ولی میمونی با اون تضادهایی که وجود داره در قالب خودت و نمیتونی با اونا برخورد بکنی. هنوز یک اقتصاد داره ایران که باید چیز بکنه، هنوز اون بشه جهانی رو داره، هنوز اون تضادی که در بحران جانشینی وجود داره، به خاطر اینکه اگه بخواد الان این نفر بعدی جانشین خامنه مشتبه باشه که نمیتونه بچش باشه، نظام ایران که شاهنشاهی نیستش که. بار این تضاد زیاد میشه، بار این تضاد زیاد میشه همچنین وقتی که شعارای خودش، میدونی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، فقط جمهوری اسلامیش مونه، استقلال و آزادی، همچنین آزادیه چی شد. بار این تضاد خیلی زیاد شده الان تو ایران، احساس میکنم که اگر در جنگ فرسایشی خیابانی به موفقیت پیروز نشیم، اگر در اعتصابات موفق نشیم، اگر در هماهنگ کردن نیروهایی که در خارج از کشور هستن موفق نشیم، ولی تا حدی موفق میشیم که خود اینا که همونطور که تو گفتی اگر میتونستن ملت خودشون رو آزاد بزنن، اگر میتونستن یه جوری تعامل بکنن، میتونستن سر جایشون بمونن، زیر بار این تضادا نمیتونن. تضاد این که من برای آزادی تو، برای حق تو، برای خوبی تو رو کتک میزنم و تو رو میندازم تو ماشین و تو رو میکشم، تضاد سنگین تریه از این که مثلا بگیم که ما شما رو داریم از
داریم یک سری نیروها رو از حمله خارجی یا افرادی که توسط خارج از CIA و موساد خط میگیرن، اون بازی توجیهی داره، میدونی؟ یعنی ما جاسوس رو گرفتیم، خیلی خوب، مثلا بابای تو رو بگن آقا این جاسوس بود ما گرفتیم، خیلی خوب، چهار نفرم باور کردن، خیلی خوب، دیگه نمیتونن بگن که این مهسا امینی جاسوس بود. باره این تضادها زیادتر و زیادتر میشه. میدونی چی میگم؟ استاد دانشگاه امام صادق که نمیتونن بگن که جاسوس بود، ولی اگر هم بتونن بگن جاسوس بود، نمیتونن بگن که این دختر 17 ساله جاسوس بود. باره این تضادها زیاد میشه. باره این تضادها زیاد میشه و فقط تنها کاری که میشه کرد اینه که آینه ای از این بگیریم به جهان چیز اعلام بکنه. و این پیامی که الان به اعلام، پیامی که تو 88 به دنیا اعلام شد که این احمدی نژاد نامشروع تحت کودتا به وجود اومده، پیام امروز زنان ایران الان دارن راجع به مسائل زنان ایران رو مطالعه میکنن. پیام امروز زنان ایران اینه که آمار بالای تجاوز رو در آمریکا نگاه نکنید، آمار بالای تجاوز رو در دنیای اسلام نگاه بکنید، که تک تک این ازدواج ها که اختیاری که تحت انتخاب نیستش تجاوزه. آمار تجاوز رو به این نگاه بکنید که همون حق عدم تمکین دیگه، درسته که اگه زنت باید نخوابه جرمه. الان این مجبور کردن زنان برای پوشن حجاب خودش تضادیه، خودش چیزی که ملت دنیا دارن نگاه میکنن. اتفاقا همه این کارها رو ملت ایران دارن درست انجام میدن، فقط سخته که، یعنی در طول این مدت خیلی امیدوار کنم است، فقط سخته که در این لحظه این عزیزانی که از دست رفتن رو هضم بکنیم. ببینید همه انسان ها میمیرن دیگه، والار مرگول است. همه انسان ها میمیرن، چه اینجوری چه اونجوری، ولی خب ما بازماندگان این افرادی که مردن باید بتونیم یه جوری کنار بیایم دیگه، کنار بیایم با این دست رفته، ولی با شکست خوردن این جریان لازمه کنار بیان، چون این جریان اصلا شکست نخورده. حداقل بار اونو من از شونه شما خالی کنم. آره من کاملا با موافقم، و اینکه این پیروزی کمی نیست، همین اتفاق که این ستون اصلی این نظام اسلامی شکسته شد، میدونی، و واقعا دیگه قابل برگشت نیستشین. شاید بیان فشار بزنن، شاید بیان سعی کنن سخت گیتر هم برخورد کنن و دیگه اصلا سعی کنن، ولی دیگه تو کتر زنای ما نمیره، نمیره. مین اصلا یه جمله تمام 6 ساعت زرزم کمینه بگم، دیگه تو کت اینا نمیره دیگه. ها همین دیگه بچه ها، فقط اومدیم با تون ذره درد دل کنیم و بگیم فکرهایی که تو سر ما چیه. یه روزای هممون ناراحتیم دیگه، یه روزای داغونیم، یعنی به خصوص وقتی که صحنه‌های وحشتناک می‌بینیم، مرگ عزیزانمون رو می‌بینیم. ولی فکر می‌کنم تا خطش ما تو مسیر درستی هستیم و سمت درست تاریخ ما ایستاده ایم. حالا به زندگی ما برسه و بالاخره من و جیسن بیایم ایران یا نه، اون یه بحث جداییه، ولی می‌دونی امیدوارم که حداقل نسل‌های بعدی از تاریخ ما یاد بگیرن، اشتباهی ما رو تکرار نکنن و به یه جای خیلی بهتری برسن. میدونی چون حیفه بابا، میدونی یک ما خیلی کشور چی میگن تحصیل کرده و لیتریت و آدم حسابی خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد داریم، میدونی اصلا نظر ملت جهانو بپرسی، یعنی تو همین آمریکا بچرخی، میگن هر چی دکتره میگن لابد ایرانیه، دندانپزشک میگن لابد ایرانیه، دی جی خوبه، آقا مگه موزیک خودش موزیک اوج هوش بشره دیگه، میگن دی جی خوبه میگن ایرانیه، هر چی که آدم نخبه و نابغه هنر و علم و اینا بود ما که داریم میترکیم دیگه، و اوج داستانمون مقابلمونه، پشت سرمون نیست اصلا. دمت گرم جیسن دیگه. بچه ها مواظب خودتون باشین، نور خدا، و میگم من خودمم که هر کاری پسم بر بیاد دارم انجام میدم که ابراز همدردی بکنم، یعنی بیشترم سعی میکنم میگم به مخاطبای غیر ایرانی خیلی چیزا برسونم، ولی خب یه آهنگم دارم میدم بیرون تو این هفته، یعنی امیدوارم تو این هفته بدیم بیرون دیگه، با عرفان و جیدال و رعنا منصور و حامد دیکپی، به اسم ایران من. امیدوارم یه ذره بتونی انرژی بده، حداقل ترین کاریه که من احساس میکنم ما میتونیم بکنیم این روزا. بله من
بخواستم روی چیزی تاکید بکنم قبل از که بریم، اونم این بود که میدونیم ما من هیچ فکر میکنم که چیزی که تو ایران خبر نشد نداشته باشن، خودشون به همون تو که گفتن همه چیزو میدونن، ولی یه چیزی که من احساس میکنم اینجا شاید از اینجا مشخص از اونجا مشخص نباشه که وقتی ما میگیم همراهتونیم که شما میدونستیم ما همراهتونیم، ولی یه گروه دیگه هم همراهتون هستن، اونم زنان جهانه. من که میگم تو کت زنان ایران نمیاد، تو کت خیلی از فمینیستای دنیا هم نمیرن این موضوع، و من پیش بینی میکنم که فعالیت اونها رو هم در راستای زنان ایران، و شما متحدانی دارین، متحدان غیر ایرانی هم دارین در خارج از ایران که زنان دنیا هستن که اونها هم این صحنه رو مشاهده کردن و یه خود احساس شرمندگی میکنن که دیر بیدار شدن به این قضیه و چجوری داشته زور میرفته به زنان ایران تا حالا همت نردن، و برای جبرانش از عذاب وجدانش الان دارن از خودشون دین دارن تکون میخورن دیگه، بدونین که همراه شما هستن دیگه. همین دیگه، شب بخیر بچه ها، مواظب خودتون باشین، چاکس.